سلام خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه بحث تست نویسی تو ریاکت. ما جلسه قبلی پروژمون رو به اینجا رسوندیم و از این جلسه میخوام بریم سراغ قسمت ریداکس پروژمون، هم خودش رو بنویسیم هم تستش رو بنویسیم. قبل از اینکه بریم سراغ ریداکس، اول یه مروری بکنیم تا الان چیکارا کردیم و به چی نیاز داریم توی ریداکس و بعد بریم سراغ کد زدن. ما تا الان دوستان یه چند تا کامپوننت داشتیم توی پروژمون. یه کامپوننت اپ داشتیم که خب همه چی داخل اون بود، یعنی تمام کامپوننت هامون داخل اون نوشته شده. یه کامپوننت داشتیم به نام گست ورد و یه کامپوننت هم داشتیم به نام کانگرتس. اینا کامپوننت هایی بود که داشتیم. یه کامپوننت هم جلوتر بریم میخوایم اضافه بکنیم به نام اینپوت. من اصلا یادم رفته بود بنویسم تا الان، که دقیقا میشه اون ورودی کاربرمون. پس تا الان ما این دوتا رو نوشتیم، اینا می نویسیم و کامپوننت اپ هم که داریم. مهمترین نکته ای که توی ریداکس وجود داره اینه که ما اصلا چه استیت های نیاز خواهیم داشت، یعنی ما برای قرار چه استیت هایی داشته باشیم و بر مبنای اون بخوایم ریداکسمون رو طراحی بکنیم. من اینجا استیت هایی که نیاز داریم رو می نویسم اسمشون رو و حالا مشخصاتشون رو. ما یه دونه استیت داریم به نام سیکرت ورد. سیکرت ورد میشه اون لغتی که کاربر من قراره حدس بزنه. جنسش از نوع چیه؟ از نوع استرینگه. بعد از کجا میاد؟ این از سرور میاد. حالا احتمالا جلوتر ما، حالا اگه بشه من یه سروری رام میکنم برای اینکه یه کلمه رندوم به ما بده. خب حالا بریم جلوتر ببینیم چطور میشه. یه دونه دیگه استیت داریم به نام ساکسس. این به چه دردی میخوره؟ کاربر ما یه کلمه رو قراره حدس بزنه. هر وقت تونست این کلمه رو حدس بزنه، این ساکسس ما میشه چی؟ میشه ترو. اگر حدسش اشتباه باشه میشه فالس. پس در ابتدای امر دقیقا ساکسس ما فالسه، چون کاربر هنوز نتونسته حدس بزنه. پس اینم دیفالتش فعلا فالس. یه استیت دیگه هم طبیعتا داریم به نام گست وردز، که دقیقا یه لیستی از کلماتی که کاربر تا الان حدس زده و هر کلمه هم چند تا حرف مشابه کلمه اصلی داشته. پس یک آرایه از آبجکت ها، objects، به عنوان مثال یه همچین شکلی داره. یه کلمه guessword، یعنی داخلش یه دونه guessword داره، چیزیه که کاربر من دقیقا تایپ کرده. بذار من این بازش کنم و یه دونم letter match count که اونم یه نام بره. پس یه آرایه از این موارد، کلمه که کاربر حدس زده، تعداد حروف مطابقتش. در ابتدای امر هم بچه چیه؟ در ابتدای امر هم یک استرینگ یه آرایه خالیه. در ابتدای هم یک آرایه خالیه. بذارید از زومش رو کم کنم، فونتش رو کوچیک کنم. اوکی، ابتدای هم یه دونه آرایه خالیه. این میشه کل استیت هایی که ما قراره تو این پروژمون داشته باشیم. زمانی که کاربر من کلمه رو درست حدس بزنه، ما یک اکشنی خواهیم داشت که این اکشن اسمش از correct guess، این حدس درست. این تریگر میشه، فعال میشه، میاد مقدار ساکسس من رو توی ریدیوسر میکنه ترو. حالا جلو تبریم اینا رو همه انجام خواهیم داد. و اینکه دیگه چیزی میمونه مقدمه بگم؟ طبیعتا ما یه اکشن هم خواهیم داشت که اگه کاربر من حدسش درست نبود، بیاد این آرایه رو آپدیتش بکنه.
یعنی گسورد رو عوض بکنه، لیتل مچکانت هم عوض بکنه. حالا یه سرور هم احتمالا ران بکنیم که یه کلمه رندوم به ما بده هر دفعه، دیگه نیاز نباشه که خودمون این کارو بکنیم. اما بریم سراغ کانفیگ در حقیقت ریداکسمون. خب بریم سراغ استیت. اولین کاری که بکنیم اینه که بیایم نصب کنیم ریداکس تو پروژمون. npm install dash dash save redux react redux. خب میذاریم این بره برای خودش نصب بشه. البته بذاریم صبر کنیم نصب بشه تموم بشه بعد کارمون شروع بکنیم. من فعلا ویدیو رو پاز میکنم. خب این نصب شد، حالا رانش هم بذاریم برای بعدا. خب اولین کاری که باید بکنیم چیه؟ اولین کاری که باید بکنیم درست کردن ریدیوسرمون بچه‌ها. خب توی سورس هم یه دایرکتوری درست میکنم به نام ریدیوسرز. خب داخل ریدیوسر یه فایل درست میکنم به نام index.js. بعد یه فایل دیگه هم درست میکنم که یه ریدیوسر هم همین ابتدا هم درست کنیم به اسم success ریدیوسر که صحبتش الان کردیم دیگه. این وظیفه‌اش اینه که وقت اکشن ساکسس تریگر میشه بیاد مقدار استیت ساکسس رو عوض بکنه. چیز خاصی فعلا داخلش نمی‌نویسم، فقط چیزی می‌نویسم که ارور نده. اکسپورت دیفالت. ریدیوسر همیشه دو تا ورودی داره، یه استیت داره یه دونه اکشن، دو تا ورودی داره همیشه. و ریتر میکنه برای ما فعلا یه دونه نال. در همین حد کافیه. بریم سراغ ایندکس. خب بریم سراغ ایندکس. ایمپورت کامباین ریدیوسرز فرام ریداکس. ایمپورت ریدیوسر ساکسس رو فرام ساکسس ریدیوسر. export default combine reducer. فعلا یه دونه بیشتر نداره، اونم ساکسسه. خب این از این. بریم سراغ قسمت اپمون. اینجا هم باید بخش ایندکس دات جی اس مون هم باید یه تغییراتی توش بدیم. خب قبل از اینکه بریم سراغ ایندکس، توی سورس هم من یه فایل درست میکنم به اسم configure استور. میتونیم اینو تو خود index.js هم بنویسیم، ولی خب ترجیحاً جدا بنویسیم بهتره. می‌نویسم import create store create store from redux. بعد یه دونه ایمپورت دیگه هم داریم. چی رو ایمپورت میکنیم؟ روت ریدیوسر رو. روت ریدیوسر فرام چی بچه ها؟ فرام ریدیوسر از اینجا. و export default create store اون root reducer رو بهش میدیم. این میشه کل کانفیگ ریدیوسر ما. بعد میریم داخل index.js. این بالا import میکنم اول provider رو from React Redux. خب بعد import store from configure store. بعد میام اینجا اینو پاک میکنم میرسم
پرووایدر استور زاویه استور. خب دیگه فکر کنم کافی باشه. آره همه چی انجام شد. پروژه رو ران کنیم. ببینیم اروری چیزی داریم. نه خدا شکر اروری نداریم. همه چی سر جاش. خب بریم بیاریم ادامهش باشه جلسه بعدی و میخوایم بریم سراغ دقیقا استیت ساکسسمون. فعلا خدافظ تا جلسه بعدی.